ببینید، من فکر میکنم که یه همچین قتل هایی که پیگیری نمیشه، متهمان قتل پیدا نمیشن. یا قبل از این برگردیم به تاریخ مثلا دوره قتل سامی که اونم در 4 آذر کشته شد و بعد قاتلش در واقع کشته شد و بعد گفتن خودکشی کرده. این مردم به گونه همیشه حالا در رعب و وحشت بودن، ولی باور نمیکنن که اینها حتی خودسر باشه. همیشه دنبال جایگاهی هستن از قدرت که این کارها رو میکنه و قطعا توجیه نمیشن مردم. الان هم توجیه نمیشن عناصر خودسر، بخوام بگیم، به دلیل اینکه تنها میتونن بگن که دولت دولت اصلاحات بود و اون گروه 3 نفره‌ای که تشکیل شدن، اون 3 علی، در واقع علی یونسی، علی ربیعی و علی سرمدی، این گروه رفتن و تحقیق کردند. فضا فضایی بود که اطلاعات در واقع ناچار شد به پذیره و مردم در اون فضای دولت اصلاحات اطلاع رسانی شد، ولی قبلا هم قتل‌هایی بوده و مردم مشکوک بوده و هنوز هم پاسخی براش ندادن. ببینید، اولا فضای اطلاع رسانی باز شده بود بعد از 2 خرداد و این در واقع از محفل و از بسته بودن خارج شد. فضا فضایی بود که دیگه بایستی پاسخگو بودند و مردم اومده بودند، دولت جابجا شده بود، پوشوندن اینها ممکن نبود. بله، ما شاید در مورد قتل سید احمد خمینی هنوز هم مشکوکیم. خب در اعترافات متهمین این قتل ها هم بود که ما کشتیم. یکی از متهمین گفت سید احمد رو بالاخره مصمومش کردن، کشتن. اما این بسته موند و حتی آیه سید حسن خمینی فرزندشون، وقتی با ایشون صحبت میکنیم میگه من پیگیر نمیشم. چرا؟ چرا پیگیر نمیشیم؟ چرا مثلا قاتل زن قاتل و مقتول سامی و جلیلیان اعلام رضایت میکنن و شکایت رو پس میگیرن و متهمان اون پرونده در اون زمان آزاد میشن، در صورتی که پزشکی قانونی گواهی میکنه که این آقای جلیلیان کشته شده و بعد به دار آویخته شده در گرمابه بریلیان اهواز و معلوم قاتل روی عده ای کشتن. پس مقتول هم آقای سامی هم مسئله ای بوده که همون عده دستور دادن و متهمینش معلوم است که اون موقع کیا دستگیر شدن در اون موقع. چرا پیگیری نشد؟ چرا رضایت دادن؟ چرا رضایت قتل‌های زنجیره‌ای، همون 4 قتل سال 77، آذر 77، چرا رضایت دادن و قصاص نشدن؟ این رضایت‌ها یا به اختیار بوده یا به اجبار؟ مردم توجیه نشدن واقعا. انتظار این بود که بتونن با اختیار و دادگاه عادلانه علنی، اگه خودسر هستن بذارید علنی باشه، محتویات پرونده به اطلاع مردم برسونید و واقعا مجازات رو طبق آیین دادرسی مثل همه انجام بدید. ببینید، خب همین میرسونه که یک روند دادرسی نیست، روندی که وکلا در جلسه دادگاه نباشند، روندی که خانواده مقتولین نباشند، روندی که همه این مسائل، این روند من همین میخوام عرض کنم که اینها به اجبار در واقع این کار میکنن، چون اونها میخوان مسببین اصلی در واقع محاکمه بشن، نه که غیر افراد جزء. و بعد هم چی شدن؟ کجا رفتن؟ کدوم زندان؟ ببینید، وقتی مثلا شما امیر انتظام 27 سال در زندان هست، همه هم سلولی ها و هم بندی ها خاطرات از ایشون دارن. حالا بگیم اینهایی که زندان هستن خاطراتشون، هم سلولی هاشون کیا هستن؟ کجا هستن؟ این متهمین کدوم زندانه؟ ببینید، من میخوام به این قصه از 2 زاویه نگاه کنم. از زاویه خودمون که من میخوام بگم تمام تندروهایی که در جناح حاکم هستند و انحصار طلبن، من اینها رو در راستای سیاست های همون صهیونیست ها میدونم. کما اینکه در سخنرانی اخیر رئیس جمهور مردم شعار میدادن بالاخره کیهان اسرائیل، تسلیت تسلیت. این میپذیریم که در واقع این جناح منافعش با اسرائیل گره خورده، نیاز به دشمن خارجی دارن و همه اینها. اما به عنوان یک باور، اگه بخوام تو دل مردم بریم، آیا مردم حتی قتل های دانشمندان هسته‌ای رو باور کردند؟ آیا مردم باور کردند که اسرائیل میتواند در پای تخت ایران بیاد و ترور انجام بده؟ یعنی واقعا اونقدر قوی شده و میتونه این کارو کنه و اصلا ارزش داره این کار براش؟ من واقعش به عنوان خودم رو عرض میکنم، من به عنوان یک پزشک، به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک روزنامه نگار، من این در درون من جا نمیفته که بتونم بگم که قتل های حتی دانشمندان هسته ای رو، از اونجا کسی میاد دانشمند هسته ای در تهران ترور میکنه، من هنوز برام جا نیفتاده و نمیتونم بپذیرم حتی اسرائیل منفور در کشور ما بتونه احدی رو استخدام کنه برای این کار، این رو هم نمیتونم بپذیرم. ولی جا
جور دیگه ای میتونم بپذیرم، دستهایی در قدرت میتوانند، در دستهایی در جناحهایی که میتوانند به حاکمیت برسند، میتوانند رقبا رو به این نوع حذف کنند، حذف فیزیکی در تفکر اینها هست. من همین اخیراً با یکی از در واقع عاملین قطعهای زنجیری جلسه 4 ساعته‌ای داشتم، همه قطعها به نوعی توجیه کرد. آخر به او گفتم یعنی شما میخوای بگی هیچ حذف فیزیکی نداشتیم؟ گفت من به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم. خب ببینید این تفکر هست، میگه به اندازه موهای سرت آدم کشتم و افتخار میکنم. بعد از 4 ساعت بحث که هر عنوانی و تک تک اسم آوردیم توجیه کرد، ولی در کل گفت بله آدم کشتم و افتخار میکنم. ببینید در ادامه مسیر مشخص شد که اعترافاتی که ما با FBI کار میکردیم، با CIA کار میکردیم، با موساد کار میکردیم، همه فهمیدن اینها پایه و اساسی نداره. در روند پرونده به اینجا رسید که واقعا همه فهمیدن که آمرین قطرها کیا هستن و سناریو و اون تئوری قطر در کجا شکل گرفته. مردم میدونن، همه فهمیدن که یک حذف فیزیکی تئوریزه شده. حتی برای اینکه پشتوانه فقهی داشته باشن اومدن متاسفانه در صدر اسلام اومدن برای خودشون نمونه هایی تراشیدن. متاسفانه ما متاسفیم که وقتی میخواهیم خشونت کنیم میاییم حکومت پیامبر رو متهم به خشونت میکنیم، امیر المؤمنان رو متهم به خشونت میکنیم، یا برنامه شاخص درست میکنیم امام رو متهم به خشونت میکنیم. اینا قشنگ نیست. برای توجیه کار خودمون نیام دیگه پیامبر رو هم بگیم ایشون هم دستور ترور داده است، یا بفرماییم در 3 روز مثلا امیر المؤمنان انقدر کشته است. زیبا نیست، اینها همش خلاف پیامبر و امام صادق روایت صریح داره. ما ترور نداریم، از نظر اسلام ترور محکوم است، اسلام ترور نداره. اینها برای توجیه خودشون نادرست میکنن. و حذف فیزیکی عنوانی است که اینها به ترورهاشون میدن. ما با صراحت میگیم ترور در هیچ شرایطی، ما تروریست خوب نداریم، تروریست محکومه و غلطه. حتی بگیم تروریست نمیدونم اسلامی و غیر اسلامی هم نداریم، ترور خلاف شرع و خلاف دین و خلاف بشریت است. اینا توجیه کردن و این کارو انجام دادن. مردم هم نمیپذیرن به خارج از کشور این قطعها وابسته باشه. من باور خودم این است که از ابتدا تا الان چه ترورهای سازمان مجاهدین خلق، گروه های بعدی و بعد چه ترورهای یک جناح، یک حزب حاکم، اینها همش مطرود است و از داخل بوده. من چیزی از خارج هنوز ندیدم واقعا. اول من واقعا با اون آشنایی نداشتم. من یک ملاقات گذری در حاشیه فرد دیگه‌ای بود که اونجا هم در اون ملاقات 10 دقیقه‌ای من ایشون نقد کردم که اسلام حس فیزیکی ندارد. اونجا هم بحث این بود که در واقع نوع بعضی از این شیرینکاری ها تعریف می شد که قتل ها و ترور ها. من می خوام بگم که آقای سعید امامی چهره‌ای بسیار مذهبی از خودش در میان نیروهای امنیتی ارائه داده بود. مثلا یکی از همکاران ایشون می گفت وقتی ما سفر خارج می رفتیم ایشون وقتی تلویزیون موسیقی پخش می کنه، تلویزیون های دبی یا خارج از کشور، اینا رو کم میکرد و گوش نمیداد. یه چهره مذهبی. در اون مصاحبه من توی صبح امروز گفتم ظاهر او رو نباید محکوم کنید، نه این بگید چون مذهبی بوده مذهب رو محکوم کنید. او تظاهر مذهب میکرد برای نفوذ و تظاهرات مذهبیش بسیار زیاد بود، بیش از یک فرد عادی. میبینید شما مثلا نوع ازدواج، همه این مسائل. خب اینکه ایشون به هر حال یهودی بوده، یهودی زاده بوده، یک مسیری است که میتواند به عنوان یک عامل نفوذی ما نگاه کنیم که میخواسته است این کارها رو بکنه. این حالا این تغییر فامیلی غیر از بحث اسامی مستعار، من میخوام بگم اساسا تغییر فامیلی قبل از اینکه اسم مستعاری بخواد مطرح باشه و اینا رو داریم. به هر حال ایشون یک موجود پیچیده امنیتی و قوی بوده و اونجا هم به اینها میگه که شما اگه گیر کردین بگین من سناریوی قتل زنجیری من براتون بنویسم در بازجویی ها. و نهایتا من اون موقع در مصاحبه ها گفتم مقتول پنجم. ببینید من او رو مقتول پنجم این قتل های چارگانه میدونم. البته قتل ها طبیعتا محدود به این 4 تای آذر 77 نبود، اما او رو من اون موقع هم تعبیر کردم در اون فضا مقتول پنجم. همینطور که حالا میبینیم همکاران ایشون آقای حسینیان
میگن که اینها معتقدن که اونو کشتن. من به دعای همین کسانی، همین کسی که اخیرا اومده بود و به هر حال یه عمر با ایشون زندگی کرده بود، با ایشون سفر رفته بود و هشت و نشت داشت، او هم میگفت اونو کشتن. با این تعبیر باید بگیم که میخواستند این رسوایی رو در گور سعید امامی دفن کنند، اما از نظر باور مردم و قضاوت مردم قطعهای زنجیره‌ای در گور سعید امامی جا نمی‌شود. ببینید، اولا که ایشون بله نفوذش بسیار زیاد، بسیار نزدیک بوده با بیت و همه، با همه، با برای وزارت خارجه مثلا ایشون کلاس‌های توجیهی مسائل سیاست خارجی می‌ذاشته، برای وزارت علوم می‌اومده جلسه توجیهی می‌ذاشته، برای خیلی جاها دانشگاه صحبت می‌کرد، ارتباطاتش زیاد بوده، اون که بحثی نیست. ولی من می‌خوام بگم اون چیزی که تئوریی که من داشتم، که اون تئوری است که خیلی هم می‌بینیم یفه وسط میدون انقلاب هم ستاره داوود در میاد، توی حرم امام رضا هم می‌ریم می‌بینیم مثلا نهارخوری حضرت همین تازه صفت ستاره داوود قشنگ گذاشتن، این گستره خیلی بیشتر از این حرف هاست. و ما در مرجعیت داریم که رسالهشون هم بالاخره روش ستاره داوود می‌ذارن، ما در مرجعیت داریم یهودی تبار، ما در علما داریم، در بازار ما، در واقع قطب اقتصادی کشور ما هنوز دست یه همچین تباری است و این قصه هست. من نمیخوام بگم که من برادران هموطن یهودیمون رو تکریم میکنم، در عیدشون هم بهشون تبریک میگم، اعیادشون رو تبریک میگم همیشه توی سایتم. من اونهایی که در واقع تظاهر به یک دین دیگری میکنند ولی مقاصد دیگری دارند رو نفی میکنم، نه کسی که میگه من یهودی هستم، کسی که من مسیحی هستم یا زرتشتی هستم، همه اینها محترم و عزیز. اونی که تظاهر میکنه و میاد در قالب دیگه‌ای، در پوشش دیگه‌ای، ما به اینها میگیم آنوسی ها. ما نگران این حرکت هستیم، ان شاءالله که نباشن، ولی یهودی تبارانی که حرکت های تندی میکنند، یه موقع یک چالش های ایجاد میکنن، مملکت رو به چالش میکشونن، نتیجه اون چالش ها ممکن محکومیت ما در شورای امنیت باشه، نتیجهش تحریم باشه، نتیجهش این فقر باشه. ببینید، کسانی که اومدن مسئله هولوکاست رو مطرح کردن، من معتقدم برنامه داشتن، ما رو وارد یک معضل کردن، ما رو وارد یک بحران کردن که برای اولین بار در شورای امنیت به نفع اسرائیل ما محکوم شدیم. این خب نفعش برای کجا بود؟ آیا این فرد مخالف یهودی و صهیونیسته یا نه؟ در راستای منافع اونها حرکت کرده. اینا باید تبیین. ببینید، مسائلی که در اون اعترافات هست که اصلا اعترافات زیر شکنجه، هیچ کدومش رو قبول نداریم. حکایت همون در واقع بازجوهایی که رفتن خرگوش بیارن، یه خرس آوردن، خرسه میپید بالا میپید پایین، میگفت من خرگوشم، من خرگوشم. یعنی من بارها گفتم این سلول رو به ما بدین، بالاخره ما براتون تولید خرگوش میکنه، هر کیو بیارین اینجا میگه من خرگوشم. اونا که قابل ارزش نیست، واقعا هیچ ارزشی نداره بازجویی ها و لوس هم شده. اما اینکه من بگم اینها علیه السلامن، نه، هر کسی ممکنه مشکل اخلاقی داشته باشه و متاسفانه جناح حاکم تمام همش رو در این سی و اندی سال بر این گذاشته که ببخشید از کمر به بالا فکر نکرده، همش رفته دنبال مسائل اخلاقی، رقیبش رو با یه مسئله اخلاقی از میدون بدر کنه. من فکر می‌کنم ما دنبال این نیستیم و نگردیم، به جای این بگردیم دنبال سرنخ‌های جدی. بله، اون چیزی که من خودم شخصا با بعضی از اینها صحبت کردم، نه اینها، در بعضی از علمایی که من دیدم، من پایداری و پایبندی به اصول اخلاقی ندیدم، به اصول دینی ندیدم. من بعضی از آقایون و علما رو گفتم اصلا اینا به هیچ خدایی معتقد نیستن. بعضی از رجال سیاسی و اسم نمیخوام بیارم، گفتم واقعا به خدا، به آخرت این معتقد باشه این کارا رو نمیکنه. ولی ما باید روی مستنداتمون بگردیم. پرونده قطعهای پرونده حقوقی، آیا برخورد حقوقی باعث شده؟ حالا اینکه مثلا برن بگردن بگن فلانی با اون چیزای شنیعی که پخش شده، اصلا تکرارم نکنیم، واقعا از نظر اخلاقی قشنگ نیست. چه محاکمه اون زن همسر سعید امامی، چه آقای اکبر خوشگوش که توی سایت ها هست، بسیار زشت و نازیباست و نقلم نکنیم بهتره، اینا پسندیده نیست. ببینید، قتل ها زیاد بوده، اما این چهار قتلی که در دوره اصلاحات آذر 77 اتفاق افتاد و پیگیری و خواست مردم و پیگیری خوب آقای خاتمی باعث شد که وزارت اطلاعات وقت اعتراف کنه که این قضیه از پرسنل او بوده، این باعث شد ما امنیت پیدا کنیم. ما امروز میتونیم تو خیابون
قدم بزنیم، میتونیم بنویسیم و بعد هم قلم بزنیم و بعد قدم بزنیم. سابق اگر کسی قلم میزد دیگه نمیتونست در خیابان‌های تهران قدم بزنه و یا مثل دکتر تفضلی یا مثل بقیه هر کدوم بلایی سرشون میاد، یا اتوبوس ارمنستان بود که به حمدالله به خیر گذشت و تا لب پرتگاه رفتن. اما امروز اگر ما میتونیم تاکسی سوار شما حرکت کنیم تو خیابان‌ها بریم، مدیون یک اون خون شهدایی هستیم که در این مسیر ریخته شد و بعد پیگیری دولت اصلاحات. بله متاسفانه تا رسیدن به اون مدینه فاضله آرمانی یا برسیدن به اون اهداف بلند، ما اون قله رو نگاه میکنیم، هنوز خیلی راه داریم. درست میفرمایید، خیلی راه داریم، خیلی راه داریم. وظیفه ما روشنگری و باز کردن. فعلا به عنوان آخرین کلام بگم، دریچه ای در این سلول انفرادی باز شده که ما خواسته هامون رو فریاد کنیم. فکر نکنید اتفاق زیادی افتاده، یک دریچه ای در سلول انفرادی باز شده.